بنده امشب میخوام اول یه خورده شما رو بخندونم. در این چند ماهی که به دلایل طبی مجبور شدم در آمریکا بمونم، بارها و بارها از بعض دوستانی که میبینم خواهش کردم مطلبی رو که میگن لطفاً برام به فارسی ترجمه کنم. این روزها سرگرم نوشتن سفرنامه‌ای هستم تو مایه‌های طنز. البته این یه سفرنامه شخصی نیست، بلکه از زبان یک پادشاه فرضی، احتمالاً از طایفه منحوس قاجاریه، روایت میشه تا برخورد دو جور تلقی و دو گونه فرهنگ یا برداشت اجتماعی برجسته تر جلوه بکنه. و اینکه قالب طنز رو براش انتخاب کردم، جهتش اینه که جنبه های انتقادی رویدادها رو در این قالب بهتر میشه جا انداخت. با اجازه شما یک قسمت کوچکش رو که ناظر به مسئله آلودگی زبون هست براتون میخونم. یوم جمعه اول شوال، عید فطر. دلمان را خوش کرده بودیم که این روز را در سفر میمنت اثریم و دست امام جمعه دارالخلافه از دامن من کوتاه است و نمیتواند از ما فطریه بدوشد. اما همان اول صبح میر کوتاه گردن شکسته حال ما را گرفت. این میر کوتاه پسر داماد علی خان چابهاری است که رخت دارباشی ما بود و چند سال پیش در سفر کاشان یکو شکمش باد کرد، چشمهایش پلوغ زد، رویش سیاه شد و مرد. بردند خاکش کنند، ملاها جمع شدن، علم شنگی را انداختن که این بیدین معصیت کار بوده، خدا رو سیاهش کرده، نمیگذاریم در قبرستان مسلمان ها دفنش کنند. لجاره ها هم وقت گیر آوردند، کسبه رو واداشتند دکان و بازار را ببندند، دسته های سینه زن و زنجیر زن و شاخسینی را انداختند. از شهرها و دهات دور و بر هم آمدند، ریختند تو مسجد جمعه. ملا را فرستادن رو منبر که چه کنیم چه نکنیم. گفت این ملعون الخبیث اصلا دفن کردن ندارد، جنازه نجسش را باید با گوه سگ آتش زد. داشتند دست به کار می شدند که کاشف عمل آمد. علت مرگ آن بیچاره خوردن خورش بادمجانی بوده که عقرب از دودکش بالای اجاق تو کماجدونش افتاده. خلاصه هیچی نمانده بود، به فتوای ملاباشی جسد آن مرحوم مبرور را با سندسگ فراوانی که به همیاری جند اسلام از کوچه پس کوچه های کاشان و سابه و نطنز آن حوالی آورده وسط میدان شهر کود کرده بودند هندی مندی کنند. خدا بشکند گردن حکیم باشی تلوزان را که با نشان دادن عقرب پخته فتنه را خوابان. سوزاندن جسد آدمیزاد پروپیمانی مثل داماد علی خان با سنده سگ البته کلی سیاحت داشت و اتفاقی نبود که هر روز پا بدهد. حالا اگر صاحب جنازه رختدار مخصوص بوده باشد هم گو باش، ما که بخیل نیستیم. مردهش که دیگر به حال ما فایده ای نداشت، فقط تماشای آن مراسم پرشکوه هندو اسلامی از کیسه ما رفت. الغرض صحبت سر میر کوتاه بود. خوب‌ستینت این بچه بهاری به اندازه ایست که از همان دوران غلام بچگی توانست اول خفیه نویس دربار همایون شد. همه شرایط خفیه نویسی در او جمع است. پستان مادرش را گاز گرفته، دست مهتر نسیم عیار را از پشت بسته است، پول کاغذی را تو کیف چرمی ته جیب آدم میشمارد، ولد و زنا حتی از تعداد زالوهایی که نایب سلطنه و صدر اعظم و امام جمعه به بواسیرشان میاندازد هم خبر دارد. آدم ناباب حرامزاده است. خود ما هم ته دل از او بی توهمی نیستیم، اما دوام اساس سلطنت را
همین گونه افراد ضمانت میکنه. شنیده بودیم قحبه جمیله ای را تور کرده به لهو و لعب مشغول است. معلوم شد در عوالم جاسوسی و خدمتگذاری ضعیفه را پخت و پس کرده پیش او انگلیسی می آموزد. امروز محرمانه کاغذی در قوطی سیگار جواهر نشان ما قرار داده بود با این مطلب که اولریدی بیشتر نوکرهای دربار همایون کنکشن سلطان روسپیخانه شده، قرار دادن با روی کار آمدن قندیدای او قندیدا بیزه اسلام را دیسپیرد کنند. هرچه بیشتر خواندیم کمتر فهمیدیم، بلکه اصلا چیزی دستگیرمان نشد. دلپیچه همایونی را بهانه کرده روانه تویلت شدیم که همان دارالخلای خودمان باشد. به حمد الله اینقدرها انگلیسی می‌دانیم. و به میرکوتاه اشاره فرمودیم که در این روز عید افتخار آفتاب کشی با اوست. رفتیم پشت پرده دارالخلا خف کردیم و همین که میرکوتاه با آفتاب رسید گریبانش را گرفته فل مجلس به استنتاق او پرداختیم که پدر سوخته چه مزخرفاتی تحریر کرده ای که حالی ما نمی شود، فقط کلمه قندیدا را فهمیدیم. در کمال بیشرمی گفت قربان والا بلا بعض مطالب معروضه پرژن بورد ندارد. فرمودیم پرژن بورد دیگر چه صیغه ایست؟ عرض کرد یعنی کلمه پارسی. لگدی حوالهش کردیم که حرام لقمه، حالا دیگر فارسی کلمه فارسی ندارد. محل نزول لگد شاهانه را مالید و نالید. تصدق بفرمایید، منظور چاکر این بود که آن کلمات در فارسی لغت ندارد. محض امتحان سوال فرمودیم آن کلمه اول چیز؟ عرض کرد اولریدی. تو شکمش باسترنگ رفتیم که خب یعنی چه؟ به التماس افتاد که صحب کردم، یعنی جخ، یعنی همین حالاشم. نیت سو نداشتم، انگلیزیش راحت تر بود انگلیزی هست. پرسیدیم آن بعدیش چه؟ نمک به حرام. اشکش سرازیر شد، عرض کرد کنکشن یعنی رابط، در اینجا یعنی جاسوس. گلویش را چسبیدیم، فرمودیم مادرت را برای عشرت عساکر همایونی روانه باغ شاه میکنیم تخم حیز. حالا دیگر در زبان خودمان کلمه جاسوس نداریم. تو همین دربار قضا اقتدار ما چوب تو سر سگ بزنی جاسوس میری نه پدر چوبه. حالا جاسوس نداریم، صدر اعظم ممالک معروسه جاسوس انگلیس است، وزیر دربار جاسوس نمسه، نایب سلطنه زنجلب جاسوس روس و گوش شیطانکر به خواست خدا خود ما این اواخر جاسوس نمره اول نیکسون دماغ و کیسینجریم. جاسوس نداریم. با صدای خفه از ته حلقوم عرض کرد قبل عالم دارید جان را خفه می‌فرمایید. مختصری شل فرمودیم نفسش پس نرود. سوال شد آن آخری آن دست پیر را از کجا در آوردی؟ عرض کرد دست پیر خیر قربان، دست پیر DISTPERED یعنی ناپدید. دیگر خونمان به جوش آمده بود. در کمال غضب فرمودیم مادر به خطا، حالا می دهیم بیزه هایت را DIPP فلان بهمان کنیم. فارسی کاملا یادت بیاید. القصه مرتکه حال ما را گرفت، نگذاشت عید فطر به این بیسر خری را با خوبی و خوشی به شب برسد. از اخته کردنش در این شرایط پلیتیکی چشم پوشیدیم. در عوض دستور فرمودیم میرزا طبیل شیرازی او را ببرد بنشاند، وادار کند جلو هر کدام از آن کلمات منحوسه هزار بار معنی فارسیش را به خط نستعلیق شکسته مشق کنه. دیدیم میرزا طبیل دهنش را پشت دستش قایم کرده میخندد. پرسیدیم چیز؟ عرض کرد قربان خاک پای جواهر سایت برم بشود، بر هر که بنگری به همین درد مبتلاست.
ملا ابراهیم یزدخواستی، اسم اصلیش دکتر ابراهیم یزدیه، ملا ابراهیم یزدخواستی که این اطراف پیش نماز بود، صلوات را سیل بیت میگفت و نصفش را به انگلیسی صادر میکرد. صلی علی محمد ان آل هیز فامیلی. مبلغی خنده فرمودیم، حالمان بهتر شد. به میرزا طبیل گفتیم به آن پدر سوخته بگو 500 بار بنویسد، 1000 بار زیاد است از شغل شریفش باز می کنم. علت این که این تکه از این سفرنامه رو برای شما خوندم، به خاطر موضوعی است که من واقعا گفتنش زبونم رو می سوزونه و پنهان کردنش مغز و استخونه. منظورم موضوع بسیار دردناک اضمحلال هویت ملی است. فرهنگ ایرانی و زبان مادری نسل دوم مهاجران، یعنی فرزندان شما، که فکر کردم چون فرصت بهتری پانخواد داد امشب محضر شما رو زنن برای مطرح کردن این موضوع هم قریبت بشه. در کشورهای اروپایی مطالعه ای ندارم، اما فقط یک نگاه گذرا به وضع زبان فارسی ایرانی های مهاجر آمریکا برای پی بردن به عمق فاجعه کافی است. وجه غم‌انگیز این مشکل موقعی آشکارتر میشه که توجه کنیم زبان فارسی حتی در جریان ایلغارهای گوناگون و دراز مدت اعراب و مغلها و ترکها و ترکمنها هرگز خم به ابرو نیافت و اقوام غیر فارس زبان محدوده جغرافیای ایران، مازندری، گیلک، آذربایجانی، لور، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، حتی کوچیدگان و کوچانیدگان ارمنی و آسوری، حتی آنهایی که به طور مستقیم زیر فشارهای حکومت مرکزی از سرودن و نوشتن به زبان بومی خود ممنوع بودند، هم توانستند با چنگ و دندان دست کم زبان شفاهی خودشون رو حفظ کنند. اما امروز متاسفانه باید بپذیریم و در کمال خجلت و سرشکستگی اعتراف کنیم که نسل دوم مهاجران دهه حاضر حتی زبان مادریشان را نمی‌دانند و اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد با این سرعتی که بحران هویت گریبانگیر این نسل بی‌شناسنامه شده، ایران باید میلیون ها تن از این فرزندان خود را به کلی از دست رفته تلقی کند. همینجا بگویم که در این فاجعه نسل دوم هیچ گناهی نداره، گناهکار نسل اوله. امیدوارم تلخی حرفم رو به رک و راستیش ببخشید. گناهکار اصلی پدرها و مادرها هستند که قبل از بچه ها باید فکری به حال هویتشون بکنن. اونا حتی تو محیط خونه هم به قول آقای اسماعیل فصیح فارگلیسی اختلاط میکنه. یک زبان حرامزادهی که صرف و نحوش فارسی است، لغاتش انگلیسی. صبح خانم با آقا نهیب میزنه که بابا خاریاب داره لیت میشه، جابه تو لوز میکنی. امروز دیگه چه اکسکیوزی داری؟ و آقا خمیازه کشان میگه لیمی الان خیلی دیپرسم، انگار بلاد پرشه هم آب شده. واقعا که حال آدم رو به هم میزن. من نمیدونم بدون فرهنگ و زبان و هویت ملی اصلا چجوری میشه زندگی کرد، چجوری میشه سر خود رو بالا گرفت، چجوری میشه تو چشم همسایه نگاه کرد و گفت من هم وجود دارم. میشه یک و این یه دونه دندون لق پوسیدنم کند انداخت دور و به کلی انگلیسی حرف زد. حالا چرا باید فارسی رو با انگلیسی اینجوری ملغمه بکنن، فارسی انگلیسی با هم بلغور بکنن؟
چرا هم انگلیسی رو خراب بکنن و هم فارسی رو؟ مگر به همین سادگی میشه یک هویت عمیق چند هزار ساله رو در عرض چند سال تا پاپاسی آخر باخت؟ میشه به همین مفتی یک فرهنگ چند هزار ساله رو که اون همه نام درخشان پشتش خوابیده یک شبه ریخت تو زنبیل آشغال گذاشت پشت در که سفور برداره ببره؟ به هر حال اون چی که میخواستم عرض کنم این بود. بنده امشب میخواستم